نیروی ویژه. امروز همه سرمایه و ریز اطلاعات مالی افراد در دست بانک است. تصور کنید روزی همین بانک ها تصمیم بگیرند حساب ها را بلوکه و تحریم کنند. در این صورت کسی نمیتواند چیزی بخرد و بفروشد و زندگی مردم فلج میشود. در سطح بین المللی به همین کار میگویند تحریم مالی. از سال 2005 تحریم مالی کشورها با همکاری FATF یعنی نیروی ویژه عملیات مالی انجام می شود. این نیروی ویژه را گروه 7 یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا سال 1989 برای مبارزه با پولشویی در مراودات بین خود به وجود آوردند. اما FATF محدود به مبارزه با پولشویی در گروه 7 نماند و به مرور وظایف جدیدی برای خود تعریف کرد. پس از 11 سپتامبر، مرکز مطالعات کنسول روابط خارجی آمریکا CFR پیشنهاد یک نیروی ویژه یعنی FATF را برای جلوگیری از تأمین مالی القاعده داد. به همین علت FATF توصیه‌هایی درباره امور مالی تروریسم به 40 توصیه اول خود اضافه می‌کند و 2 سال بعد مؤسسات مالی غیربانکی مثل بنگاه‌های معاملات ملکی، وکلا، حسابرسان، حقوقدانان و قمارخانه‌ها را هم در توصیه‌های خود به حساب می‌آورند. سال 2008 هم با اوج گرفتن پرونده هسته‌ای ایران، مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به وظایف FATF افزوده می شود. حالا نیروی ویژه عملیات مالی با 49 توصیه کلی 3 مأموریت برای خود تعریف کرده است: مبارزه با پولشویی، امور مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی. شورای امنیت سال 2005 پیاده‌سازی توصیه‌های FATF را برای همه کشورها الزامی و در 2 قطعنامه از FATF برای انجام خوب تحریم‌های مالی ایران تشکر می‌کند. FATF کشورها را از نظر خودش به 4 دسته تقسیم می‌کند: کشورهای همکار، در حال انجام همکاری، غیر همکار سفید و غیر همکار خطرناک. سال 2008 نیروی ویژه اقدام مالی ایران را کشور غیر همکار معرفی می‌کند. در آن سال با فشارهای شورای امنیت سازمان ملل ایران شروع به انجام توصیه‌های FATF می‌کند تا 2 سال بعد. اما در گزارش 2009-2010 ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام شده ایران به عنوان کشور غیر همکار خطرناک در لیست سیاه قرار می‌گیرد. به کشورهایی که در لیست سیاه قرار بگیرند اعمال سختگیرانه تحمیل می‌شود و همکاری دیگر اعضا با کشورهای لیست جایگاه آنها را در گروه پایین می‌آورد. طبق توافق برجام باید آن دست تحریم‌های مالی ایران که مجری آن FATF بود برداشته می‌شد، اما FATF در اولین جلسه بعد از برجام ایران را از لیست سیاه خارج نکرد. بنابراین مسئولین اقتصادی دولت به سراغ FATF می روند. هفته گذشته همکاران من در بانک مرکزی و وزارت دارایی در جلسه FATF در پاریس گزارشی ارائه کردند و حاضران از اینکه ما اقدامات زیادی به عمل آوردیم بسیار شگفت زده شدند. در نهایت FATF فقط 12 ماه اقدامات سختگیرانه علیه ایران را تعلیق می کند و کشورهای دیگر را در قبال ایران همچنان ملزم به رعایت توصیه شماره 19 می داند. در این مدت ایران باید به اجرای توصیه های FATF ادامه دهد. توصیه هایی که در صدد شفافیت کامل فعالیت های پولی و مالی است. دیوید لیپتون یکی از مقامات ارشد صندوق بین المللی پول پس از سفر به تهران: ایران برای بازگشت مجدد به سیستم مالی جهانی باید در جهت تقویت شبکه AML یعنی قانون مبارزه با پولشویی و CFT یعنی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گام بردارد. طبق این توصیه ها یک عضو باید همه مشخصات، اطلاعات و معاملات افراد و مؤسسات خواسته شده را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد و اگر FATF یا شورای امنیت تشخیص بدهد که شخص یا مؤسسه‌ای پولشویی انجام می‌دهد یا از گروه‌های تروریستی حمایت اقتصادی می‌کند، باید همه اموال و دارایی‌هایش بلوکه شود.
در حال حاضر حدود 200 شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند که پیوستن به FATF یعنی اعمال تحریم علیه آنها در داخل کشور و پذیرفتن خود تحریمی. برخی از مهمترین این مؤسسات عبارتند از صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گروه صنایع سنام، باتری سازی نیرو و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی. این در حالی است که بسیاری از کشورهای عضو FATF هرگز معاملات خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهند و هیچگاه هم تحریم مالی نشدند. یا کمک‌های مالی سعودی‌ها به داعش و گروه‌های تکفیری مصداق حمایت از تروریسم محسوب نمی‌شود. جالب است بدانید عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر این گروه هستند و هنوز فرایند عضویت را به طور کامل طی نکردند. ناظران این نهاد غیر از اختیارات کافی برای نظارت می توانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی کشور را مجازات کنند. مثلا مجوز آنها را لغو، محدود یا تعلیق کنند. بر اساس توصیه شماره 21، FATF تمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوءظن و نبود شواهد مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. یعنی ناظران FATF می توانند به بسیاری از اسناد و مدارک محرمانه دسترسی داشته باشند. آنها نه تنها بر نحوه یا میزان اجرای توصیه‌های مصوب نظارت می‌کنند، بلکه قدرت اعمال مجازات‌های انضباطی و مالی مثل حق لغو، تهدید یا تعلیق مجوز مؤسسات مالی را در اختیار دارند. در واقع اجرای کامل این بند می‌تواند استقلال اقتصادی و قضایی کشور را زیر سوال برده و در اختیار این نهاد قرار دهد. خوب است بدانید کشورهای غیر عضو هیچ الزامی در رعایت این اصول ندارند. پس تلاش برای پیوستن به چنین نیروی ویژه‌ای و انجام توصیه‌ها و قوانین آن چه سودی برای کشور خواهد داشت؟